سلام و درود هموطنان عزیز. سیده عبدالله زاده هستم. لحظاتی را با برنامه حکایاتی از گلستان در خدمت شما دوستان و همراهان مهربان هستیم. امیدوارم در هر جای دنیا که هستید موفقیت همنشین و همراهتان باشد. تمام دنیا و تمام هستی ما مجموعه است از یک نیک و بد، خیر و شر، حق و باطل. می دانیم که حق همیشه پیروز است. اینکه حق همیشه پیروز باشد یا که خیر و نیکی همیشه مطلوب و پسندیده است، علاوه بر اینکه خدا گفته است، عقل هم همین را می گوید. ما می بینیم بسیاری از آدم ها که حتی به خدا هم باور ندارند، عاشق محبت و دوستی، صداقت، همکاری و کمک هستند و از ظلم و زورگویی بیزارند. یعنی دوست داشتن خوبی ها و نفرتی از بدی ها چیزیست که در فطرت هر یکی از ماست. اما گاهی می بینیم که کسی با رسیدنی به منصب یا جایگاه فکر می کند که از دیگران برتری دارد و هر کاری که می کند عین درستی است، در حالی که خداوند تنها ملاک برتری را تقوا دانسته است. در برابر خداوند فرق نمی کند که من یک مقام عالی رتبه باشم یا که یک کارگری ساده. کافی است در هر جایگاهی که هستم و هر کاری که میکنم بسنجم و ببینم که آیا خداوند از این کار من راضی است یا که نه. حکایت: پارسایی بر یکی از خداوندان نعمت گذر کرد که بنده ای را دست و پای استوار بسته عقوبت همی کرد. گفت: ای پسر، همچو تو مخلوقی را خدای عز و جل اسیر حکم تو گردانیده است و تو را بر وی فضیلت داده. شکر نعمتی باری تعالی بجا یارو، چندین جفا بر وی مپسند. نباید که فردای قیامت به از تو باشد و شرمساری بری. بر بنده مگیر خشم بسیار، جورش مکن و دلش میازار. او را تو به 10 درم خریدی، آخر نه به قدرت آفریدی. این حکم و غرور و خشم تا چند، هست از تو بزرگتر خداوند. ای خواجه ارسلان و آغوش، فرمانده خود مکن فراموش. در خبر است از خواجه عالم صلی الله علیه و سلم که گفت: بزرگترین حسرت روز قیامت آن بود که یکی بنده صالح را به بهشت برند و خواجه فاسق را به دوزخ. بر غلامی که توی خدمتی توست خشم بی حد مران و تیره مگیر، که فضیحت بود بر روی شمار.
بنده آزاد و خواجه در زنجیر. حکایاتی از گلستان کاری است از بخش فرهنگ و اجتماعی رادیو مهر. آرزومندم که از شنیدن برنامه لذت کافی را برده باشید. تا حکایتی دیگر، خدایا را نگهدار. برای دریافت پادکست های بیشتر و برنامه های متنوع رادیو مهر، ارمغان امید و آینده، می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org